سلام و صلح خوش آمدین. من ادریس همدرد هستم. نزدیک به 7 ماه می شود از گفتگوهای صلح، اما هنوز هم نتیجه ملموس در دسترس نیست. گفتگوها در قطر، زدوبندها در داخل افغانستان نگرانی را برای مردم افغانستان ایجاد کرده و روشی که برای گفتگوهای صلح پیش گرفته، اکثریت صاحب نظران به این باور هستند که حکومت افغانستان و کسانی که در رأس گفتگوهای صلح قرار دارند یک اجندای مشخص، یک پلتفرم مشخص برای رسیدن به صلح ندارند و آمریکا هم هنوز موقف خود مشخص نساخته که آیا واقعا در گفتگوهای صلح جدیت و قاطعیت داره یا نه. مسائل است که به بحث میگیریم و محترم محمد یاسین حبیب، رئیس روابط سیاسی ائتلاف ملی احزاب سیاسی افغانستان را در بحث با خود دارم. آقای حبیب خوش آمدید. تشکر. آقای حبیب، در نخست میخواهیم بپرسم که جریان گفتگوها چگونه به پیش میره، مثبت یا منفی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شما و همکاران محترم شما، همچنان به بیننده‌های محترم تلویزیون افغان. امیدوارم که ملت ما، ملت مسلمان و روزه‌دار ما، ایام ماه مبارک رمضان طاعت عبادت شانه در یک فضای خوب و آرام و سکون سپری بکنم. جناب همدرد صاحب، به شما بهتر معلوم است که از مدت ها تا به امروز روی پروسه صلح افغانستان ایت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جناب آقای زلمه خلیزاد با ایت تحریک اسلامی طالبانی افغانی در قطر و همچنان در بعضی جای دیگه جلساتی داشتن، مذاکراتی داشتن که 6 دورش اینا سپری کردن. در طول همین 6 دور مذاکراتشان اینا روی 4 مسئله خیلی مهم، اساسی، بنیادی تفاهم کردن. اولش تعیین جدول زمانی خروج قوای امریکا از افغانستان، دوم قطع روابط تحریک اسلامی طالبان با دیگر علاقات تروریستی من جمله القاعده و داعش، نه تنها قطع علایق بلکه مبارزه ای تحریک اسلامی طالبان با ای دو گروه افراطی و تروریست، سوم روی مسئله آتش بس در کشور بین طالبان و همچنان قوای مسلح افغانستان، نیروهای امنیتی کشور ما، چهارم آغاز مذاکرات بین الافغانی بوده. بله. اما جانب طالبان روی 2 مسئله خیلی پافشاری دارن که اگر امی تفاهم به فیصله میرسه، به عرض طرف توافق میکنن، توافق نامه از جانب طالبان به کدام از طریق کدام آدرس امضا شود. خب جانب آمریکایی که در اصل آقای زلمه خلیزاد بودن گفتن که ما این توافقنامه را با از آدرس و شما از آدرس تحریک اسلامی طالبان افغانی امضا کنید با ما. اما طالبان میگن که نه، ما این توافقنامه را از آدرس امارت اسلامی افغانستان ما این امضا. فرق بین امارات اسلامی و طالبان افغانی که شما گفتین چی هست؟ چقدر تفاوت داره؟ ببینید جناب آقای همدرد، امروز نمیشه که در یک کشور 2 نظام موجود باشه. اینجا جمهوری اسلامی افغانستان است، حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست که فعلا در قانون اساسی ما، نظام ما جمهوری اسلامی هست در این وثیقه ملی ما. اما طالبان با حکومت افغانستان چی ربطه دارن در حال که اونا حتی حکومت به رسمیت هم نمیشناسن؟ ببینین، طالبان امروز یک نظام نیست که یک نظام باشد. اگر یک نظام نیست، چرا آمریکا امروز برش مشروعیت میده؟ خب آمریکا بله، چرا زندانیانشان از لست سیاه سازمان ملل بیرون میسازد؟ چرا بیشتر از 10 کشور برشان میزبانی میکنه و میره به ملاقاتشان، نخست وزیرایشان امروزشان میشینن بحث میکنن و حتی بحث حکومت موقت هم چندین بار مطرح شد؟ ببینین، اگر امروز آمریکا با اونا میشنن و اونا به حیث یک گروه مسلح شورشیه که واقعا در بود نظامی مصروف هستن، بسیار همه تو صفاکانه و وحشیانه عمل میکنن، هم در برابر قوای مسلح افغانستان و هم همچنان در برابر تقریبا مراکز نظامی امریکا،
و امریکا اونا رو به صفت یک نظام نمیشناسن، نه تنها امریکا که نمیشناسن، این ملت افغانستان هم نمیشناسن و اینجا نظام هم یک نظام است در افغانستان، ولو در مناطقی که طالبا اونجا حاکمیت دارن، اونجا تسلط دارن، اما یک نظام است، جمهوری اسلامی هست. امریکایی‌ها، نه تنها امریکایی‌ها، دنیا جمهوری اسلامی افغانستان را به رسمیت میشناسن، به خاطر از اینکه امریکایی‌ها جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان را به رسمیت میشناسن، فلهذا امریکایی‌ها ناگزیر هستند که با طالبا به عنوان یک گروه شورشی نظامی سیاسی با اونا به کبارت تحریک اسلامی طالبان افغانیست با اونا معامله کنن و توافقنامه را امضا کنن. این معاملات تا چی حد خواهد بود؟ حرف از معامله زده. خب این معامله تا این می حدیث که امریکایی ها با اونا اطمینان میتن که ما نیروهای خود تدریجی و طور تدریجی از افغانستان بیرون میکنیم. یک حقیقت است یا فقط یک حرف است که اگر من میگم ببینین اگر این به باور ما، اگر واقعا در افغانستان صلح به وجود بیاید، اگر واقعا در افغانستان جنگ اختتام پیدا بکنه، اما عرف این است آقای حبیب که آیا این ضمانت وجود داره که با تفاهم کردن یا صلح کردن با طالبان و نیروهای خارجی هم از افغانستان خارج شدن واقعا صلح در افغانستان میاد، در حالی که گروه القاعده در افغانستان وجود داره، داعش در افغانستان وجود داره، بیش از ده ها گروه تروریستی دیگه هم حاکمیت دارن. جناب همدر صاحب، من به وضاحت با قاطعیت برات میگم که فقط و فقط گروهی که امروز در افغانستان اکتیف است، فعال است، در برابر قوای مسلح افغانستان می جنگه، در برابر مردم افغانستان، در برابر جمهوری اسلامی می جنگه، این می تحریک اسلامی طالبان. دیگر گروه ها در مقابل گروه ها، افغانستان نمی جنگن؟ دیگر گروه ها خیلی ضعیف هستند. اگر داعش از خیلی ضعیف است، اگر القاعده است خیلی ضعیف است، حتی ای که بعد از گفتن شد که دیگر چندین گروه اصلا همون چندین گروه هم هستن در لوای اینمی تحریک اسلامی طالبان اونا می جنگن، نه مستقلانه، حتی در مناطقی که تحریک اسلامی طالبان اونجا تسلط دارن، بعضی از علاقات پاکستانی به نام جهش محمدی و مچم که اینو هم نام دارن که اونا پاکستانی ها هستن، از طرف پاکستانی ها، از طرف ایسای پاکستان اونا سلقه داره میشن، در مجموع افرادشان، تفنگدارایشان پاکستانی هستند، طالبان پاکستانی هستند، از پنجاب، پنجابی ها هستند. اما میخوایم بپرسم که ماهیت اصلی طالبان چی است؟ ببینین ماهیت اصلی طالبان خوی خوازی هست. طالبان یک سب گروهی بودن که اینا در پاکستان توسط آیسای پاکستان، اما در حقیقت گذشتی از اینا از طرف کشور انگلستان اینا تنظیم شدن، بعدن باز آوردن در کویته اینا را دیساند کردن. کویته باز اوجه با اینجا به اساس یک توافق بین استخبارات انگلیس و پاکستان که برای تاس آیسای است صورت گرفت که سلقه‌داری از اینا را با آیسای پاکستان سپردن. در سال 1367 من زمان در پشاور بودم اینا بایستن. بعدن باز در سال 1371 یا همچنان اینا پیدایش از اینا شروع شد، نام اثر از اینا سرشو به نام تحریک اسلامی طالبانی افغانی، طلبای کرام. بعد اینا از اون وقت با در سال 1372-73 اینا آستا آستا از کویته به اصطلاح وارد از طریق چمن اینا اسپین بولدک آمدن، طرف قندار آمدن. فعلا هم آقای حبیب امان طالبان است که شما فعلا تعریف شکردین یا تغییرات و تغییرات آمدن؟ خب در حقیقت اهداف همون طالب هست، اما تغییرات آمده او زمان، او زمانی که طالب های او زمانی او زمان خیلی یعنی یک نوه به اصطلاح خوب نباید فراموش بکنیم که این در رأس اونا جنرالان یا جنرالان آیسای پاکستان بودن، پنجابی های پاکستان بودن در رأس، مثل کرمل امام، مثل به امثالی از اونا، مثلا انیدگل، به ده ها جنرال های برحال و متقاعد آیسای پاکستان اینا رو سوق اداره میکردن. فعلا کی سوق اداره میکنه؟ خب فعلا همه ما آیسای پاکستان است، فعلا همه ما آیسای پاکستان است، ولی حالا دیگه یک مقدار تغییرات در روش از اینا، در اندیشهشان، در طرز تفکرشان، در اهدافشان ایجاد شده. او زمان که آمدن داخل کابل شدن به شکل از اشکال، آمدن به این ما نزدیک پاتاک سالاری را اینا به اصطلاح اختتام می بخشن و
مثلا که حکومت ملک طائفی را به اختتام می‌بخشند، به این نام آمدند که مردم هم از حکومت‌های ملک طائفی که در هر ولایت یک حکومت داشت، یکی از قماندانای دوران جهاد اونجا حاکمیت میراند، حکومت داشت و به اسلام هر چی که دلشان میخواست عمل میکردن. به سبب این رقم دیگر مردم هم به جان آمده بودن از تنظیم جنگی ها، به جان آمده بودن، در صدد امی بودن که اگر یک کار شده که می پاتک سالاری و اینمی حکومت های جداگانی قماندان سالاری از بین بره. اینا از با استفاده از اینمی شرایط اینا پیشرفت کردن، به خاطر که ذهنیت برشان مهیا بود، مساعد بود که اینا برن در بین مردم جای بگیرن، یک مقدار مورد حمایت مردم اینا واقع شوند، قرار بگیرن. حتی استاد شهید، استاد ربانی، شهید احمدشاهی مسعود از اینا به اصطلاح رفتن به استقبالشان. خود احمدشاهی مسعود به استقبال از اینا در غزنی رفت، به استقبال طالبان. بله، خودشان رفتن با اینمی ملا دادلا، با ملا فضل، با ملا ترابی، اینا مثلا دیدارهای کردن، همینجور صحبتهای کردن با دو نفر فرد مسلح خود شهید احمدشاه مسعود در با اونا دیدن. اما اتونا احمدشاه مسعود تو فکر نمیکرد که نه یک گروه هستن، هدفی هستن که از توسط ایسای پاکستان اینا سوق اداره میشن، میخوان که در افغانستان تسلط افغانستان رو دست بگیرن. این تو فکر نمیکرد. چی فکر میکرد؟ فکر میکرد که فقط اینا به خاطر اینمی از بین بردن می تنظیم جنگی ها، از بین بردن اینمی پاتک سالاری، جنگای تنظیمی را واقعا طالبان از بین بردن؟ ولی تا جای بله بله تا جای وقت آمدن بله، یک وقتی که آمدن پس موثریت خود داشتن. خود در اون زمان چرا؟ هم موثریت خود داشتن، هم ظلم و بیدادگری و ناروای خود هم داشتن. در اون زمان شرایط طوری بود که در برابر اینمی قسم یک آلته، در برابر اینمی قسم یک شرایط باید اینمی قسم یک حرکت همت جدی و تند تیز سرکوبگرایانه باید صورت میگرفت که در اون زمان ایجاب میکرد. اما باز در کنار از اینا کارهای خوزن در کابل ما شاهد بودیم که چنان کارهای را انجام دادن که حتی اون دوها و اهل سکام اینا مجبور ساختن که برای نماز بخوانه، خوزن اون دوهایی که نمیفهمیدن که اون دوست هست. حتی به اصطلاح از جنگ های تنظیمی که خطرناکتر بود؟ خب نه از جنگ های تنظیمی که خطرناکتر نبود، ولی با آن هم چون هدف هیچ چیز نبود، با استفاده از بین بردن جنگ های تنظیمی، با استفاده از بین بردن پاتک سالاری ها. ولی ببینید شما در کنار این کارها که جنگ های تنظیمی را از بین بردن، پاتک سالاری ها را از بین بردن، ولی کارهای بنیادی که بر ضد تاریخ ما، بر ضد به اسلام، این سرنوشت افغانستان اینا عمل کردن، مثلا آبداد تاریخی افغانستان نابود کردن، این خواستن که تا تاریخ افغانستان از بیخ بن نابود بکنن. در هر جا رفتن، مثلا بت بامیان که یک قدامت تاریخی داشت، واقعا این یک وسیله بود که جانگردان می آمدن در روجه می دیدن از او، به اصطلاح از او دیدن میکردن، یک عایدات وافر برای افغانها، برای حکومت افغانستان بود. در بعض جای دیگه بعض آثار تاریخی را نابود کردن، مثل که در عراق، در سوریه همین کار دایشی ها هم انجام دادن، در حالی که این مسئله مشکلات بت بامیان با اینا چه ربطی داشتن. یا در بعض جای دیگه بسیار اثرات ارزشمند تاریخی مارک اوجه قدامت افغانستان، تاریخ افغانستان، موجودیت مردم افغانستان که از کدام تاریخ اینا حضور داشتن، در صحنه عمل بودن، در دنیا، در جغرافیای افغانستان، در این منطقه حضور داشتن، تاریخ ما را اینا گرفتن زیر زبر کردن. همه به دستور ایسای پاکستان بود، به خاطر که پاکستان نمیخواست یک افغانستان قوی و یک افغانستان با داشتن سابقه درخشان تاریخی 5000 ساله خود، یعنی به اصطلاح از وجود داشته باشه در این منطقه، در آسیا. آقای عبیب، امروز چقدر گفتگوهای صلح زیر تاثیر پاکستان است؟ پاکستان را که شما میگین هست تعداد تا امروز طالبان حمایت داشته؟ خب بدون شک، وقتی که عمران خان یک ماه پیش میگه مجده میته که میگه در این زیکی ها یک تغییرات کلی و اساسی در افغانستان به وجود می آید، خوازی است که نه به اصطلاح اینا دخالت دارن، اینا در بعض مسائل دخیل هستن، اینا در بعض مسائل دست می زنن،
در بعض مسائل اینا به اصطلاح سرنوشت بعض در مجموع میخواد سرنوشت در صلح افغانستان تا فعلا مداخله داشتن؟ چرا نداشتن؟ حالا خب ببینین آلمی تحریک اسلامی طالبا که میجنگه از کجا اینا سلقه داره میشن؟ با خدا هیچ گروه شورشی که تا زمانی که در مرکزی در پشت جبهه نداشته باشه، پشتوانه پشت جبهه‌ای نداشته باشه، ولی یک ماه اگه اینا ادامه بکنه، دوام بکنه، این مقاومتشان در طول یک ماه نابود میشن، مجبور هستن کو به کو فرار بکنن، عقب نشینی کنن، در هر جا قوای مسلح خصوصا قوای هوایی اینا رو دنبال میکنن، نیست نابودشان میکنن. خواهد میستن که نامراکز نظامیشان لانهایشان در پشت جبه که عبارت از پاکستان است، او طرف خط دیورن هستن، اینا حضور دارن، مراکز نظامی دارن، مراکز سیاسی دارن، مراکز مالی و فرهنگی. اگر واقعاً آقای حبیب چینی است، چرا آمریکا اینقدر تلاش میکنه، زیای وقت میکنه، زحمت میکشه، با طالبا میشینه و سفرهای دوره‌ای خود انجام میده، چرا مستقیم با پاکستان وارد مذاکره نمیشه و رانه های از اینا را از طریق پاکستان از بین نمیبره؟ خب ببینید اینمی که چرا همیشه حکومت قبلیان به رهبری جناب آقای احمد کرزی همین مساله را از آمریکا خواهش کرد که لانه های طالبا ایجا نیست، لانه های تروریسم در افغانستان نیست، اسامه بن لادن در افغانستان نیست بلکه در پاکستان هست، ملا عمر در افغانستان نیست بلکه در پاکستان هست، و دیگه سردسته های تحریک اسلامی طالبا در افغانستان نیست، در پاکستان عرض وجود دارن، اونجا با فامیل های خود زندگی میکنن، مراکزشان دفاتر سیاسی و نظامی و فرهنگی و مالیشان در پاکستان هست. بالاخره اما پاکستانی ها میگم نه در افغانستان هست. فکر نمیکنن که سیاست های خارجی افغانستان اینقدر ضعیف بوده که حداقل نتونسته که در 19 سال کشورهای خارجی، سازمان ملل، شورای امنیت اینا رو همه گیر متقاعد بسازه که واقعا افغانستان تهدید نیست، پاکستان تهدید است؟ خب منتها اون زمان نتانست حکومت افغانستان به رهبری جناب آقای احمد کرزی دنیا در حکومت وحدت ملی چی صورت گرفت؟ خب حکومت وحدت ملی و نمون نتیجهش گرچه که حکومت وحدت ملی که او را هم توسط آقای اشرف غنی یک سلسله مشکلات مصیبت هایی را به این ملت مظلوم افغانستان به بار آورد، یک سلسله بدبختی ها و ناامنی ها و رنج و فقر و فلاکت به این مردم به بار آورد، به اصطلاح این مردم امروز شما در افغانستان میبینین که از جوالی و موچی گرفته تا بزرگترین تاجرای ملی کشور ما به فقان آمدن، به تاوان هستن. امروز ببینین در زمانی که دلار افغانی، نرخ افغانی چقدر بلند بود که این در حقیقت یک دلار مساوی با 5 افغانی بود، امروز یک دلار نزدیک مساوی به 8 افغانی شده. به اصطلاح اون زمان اینجا افغانی و 80 افغانی، بله به این رقم. خب به این قسم به شکل سرسام آور دلار بلند رفت، اقتصاد افغانستان پایین آمد، ارز افغانستان واقعا پایین آمد، ارزش پولی افغانستان پایین آمد، اقتصاد افغانستان، فقر مردم بیچاره، عدم روزگار، بیکاری، ناتوانی، فقر و همه مثل که پیشتر گفتم. بله. با وجود تمام مسائل هنوز هم شما به این باورمند هستین که حکومت دوام پیدا کنه؟ خب یک سلسله باز هم کارهای خوبی هم حکومت انجام داده، خصوصا در بود خارجی. به این واقعیت ها را بگویم، واقعیت ها را برملا بسازیم، خصوصا امروز اینمی برنامه های خارجی تا بود داخلی یک کشور آقای حبیب رشد نکنه. آیا باورمند هستین که ما میتونیم بگیم دستاورد خارجی داشتیم؟ خب در حالی که در داخل کشور فقر نامی همه چیز به وجود رسیده باشه، اینمی قدر حکومت تانست که پاکستان در سطح دنیا برملا بکنه که پاکستان است که عامی تروریسم در دنیا هست. کدام دنیا؟ امروز چرا پاکستان تحت فشار قرار نداره؟ خب این که تحت فشار قرار نداره، این گناه حکومت افغانستان، گناه مردم افغانستان نیست، این گناه دنیا هست، این گناه زدبند دنیا هست. در کدام کانفرانس شما سعی کنید افغانستان توانسته که پاکستان ملامت بکشه و اونا را باورمند بسازه که پاکستان؟ وقتی که خود آقای ترامپ میگه پاکستانی ها ملیشای آیسای پاکستانی 3000 سرباز افغانستان، سرباز آمریکا را کشت، خود ترامپ به زبان خود رئیس جمهورش گفت. وقتی که خود ترامپ میگه که 33 میلیارد دلار ما در طول امی 18 سال برای پاکستان دادیم که به ضد تروریسم بجنگه، اما جنگیدن به ضد تروریسم نه، بلکه 3000 سرباز ما را کشتن،
یه اعتراف است که رئیس جمهور جدید امریکا مستر ترامپ میره میکنه. یه همه با هم باز هم تاثیر داره روی یک سلسله فعالیت های بیرونی امی حکومت وحدت ملی که یک مقدار توانست که یعنی پاکستان من حیث عامی تروریسم در افغانستان و منطقه در سطح دنیا ایره به اثبات برسانه. اینی دستاورد داشته، نباید تیره ما نادیده بگیریم. اما بله در قسمت برقراری امنیت، در قسمت بهتر شدن وضع اقتصاد مردم، حکومت کلی ناتوان بوده، ناکام بوده. او را هم عاملش خود رئیس جمهور افغانستان بوده، به خاطر چی که خود رئیس جمهور افغانستان نتانست همین قسم که نام حکومت و وحدت ملی است، وحدت ملی را در بین خود همکارای خود، در بین مثلا با رئیس اجرایی خود، با معاون نخست خود، مثلا با نماینده ارشد خود، با همکارای خیلی، با مشاورای ارشد خود، با همکارا، با وزیرای خود، با والیای خود نتانست که یک مرادی خوب، یک وحدت همدلی و همسویی و همگامی خوبی را حفظ کنه. اگر در برابر وزیر بود از خشونت کار گرفت، اگر در برابر رئیس اجرایی خدا بود از خشونت کار گرفت، رئیس اجرایی خدا و نمو به اصطلاح در نمو مواداد مندرج توافقنامه حکومت وحدت ملی چیزی که در پایش امضا کرده بود به او عمل نکرد، رئیس اجرایی را در یک حالت سر قرار داد، در یک حالت بی صلاحیتی قرار داد و می قسم همسالی از اینا کارهای مثلا معاون نخست خدا جنرال عبدالرشید دوستم چه قسم ای به اصطلاح بر مشکلات مواجه ساخت. حتی جناب آقای همدرد بعدی از حمایتگران زمان انتخابات ریاست جمهوری که در ماحولش بود از این حمایت کردن، بلکار های برزی دادن، اونمونا را از خود آزرد ساخت، اونمونا را از خود نارا ساخت، اونمونا را به اصطلاح از خود دور ساخت، هیچ کسی را در ماحول خود نمان، فقط و فقط. ببینین آیا این شایسته یک رئیس جمهور است که یک وزیر دشنام بته؟ این شایسته یک رئیس جمهور است که یک والی را دشنام بته؟ این شایسته یک رئیس جمهور است که یک آدمی که عام میره دروازهش از قلباب میکنم ولی میگم آمدیم خیرت از بفرمایید چه میخوایی؟ من کسی بودم که در زمان کمپاین های انتخاباتی از توی مایت کردم، آل عذر مرا بشنو، داد مرا بشنو، گفت خب کدی که وظیفه بود، وظیفه ملی بود، دیگه تو همه چه میخوایی؟ با او باعث با خوشینت برخورد بکنم. رئیس جمهور که با این قسم یک مفکوره و با یک روش در برابر وزیرای خود، در برابر رئیس اجرایی خود، در برابر معاونین خود، در برابر مشاورین خود، در برابر نمو به اصطلاح همکارا و نماینده های ارشد خود، یا در برابر به اصطلاح کابینه خود که یا در برابر حمایتگران زمان انتخاباتی کمپاین خود یک روش خشن بکنه، دیگه افغانستان چطور جور شود، مشکلات افغانستان چطور حل شود، چی امنیتی باشه، چی اقتصادی باشه، در سایر عرصه‌ها. کمتر از 6 روز مانده از زمان حکومت آقای غنی، آیا بعد از اول جوزا این حکومت به نظرتان مشروعیت داره با تمام همی جفاها و سلنگاری‌ها و وظایف که باید انجام میداد نداد به مردم افغانستان، بازم میتونه دوام بیاره یا نه؟ من از آدرس ائتلاف ملی احزاب سیاسی میگم که بهتر است که جناب رئیس جمهور آبرومندانه با افتخار استعفا بده، دیگه وجدان خدا آلوده نسازه، ضمیر خدا آلوده نسازه، در پیشگاه این ملت کبیر قهرمان، از پیشگاه این ملت کبیر قهرمان عذر خواهی بکنه. خودش اعتراف کرد که در تای حکومت ما 45,000 نیروهای امنیتی ما شهید شدن، از بین رفتن، یک اعتراف واقعا ذلیلانه بود که خودش کرد. حالا باید استعفا بده، بگذاره که یک چهره دیگه، یک شخصیت دیگه بیا باعث سرپرست، ولو هر کس باشه، ولو اگر دکتر عبدالله باشه، ولو یکی از یک کاندیدان محترم ریاست جمهوری باشن، ولو یک چهره دیگه باشن، بیاین دکتر عبدالله هم در این حکومت اینجا فساد نشه. خب دکتر عبدالله یک چیز براتون بگویم، مثل که پیشتر گفتید به دنیا معلوم است چیزی کیان است، چی حاجت به بیان. دکتر عبدالله را صلاحیتایش امیر رئیس جمهور محدود ساخته بود، او را منجمد ساخته بود. رئیس جمهور با نمو مواداد مندرج توافقنامه حکومت وحدت ملی 90% عمل نکرد. اگر واقعا اگر 50% رئیس جمهور عمل میکرد، امروز اونمو مواداد مندرج توافقنامه حکومت وحدت ملی 50% عملی میشد، همین مشکلات امنیتی و اقتصادی و سایر عرصه ها را همین مشکلات ما نمیداشتیم. عبیب تشکر از حضورتان در این برنامه. بیندای عزیز، برنامه صلح در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
یک دانه نان بچه بچه یک دانه نان ژوند د برلې ټوب لپاره چټکتیا اړینه ده نو له همدې لپاره مونږ د اتصالات په چټک 4G اعتماد لرو د اتصالات غوره انټرنیټي شبکې سره ونښلی او دوه برابر انټرنیټ لاسته راوړی د 4G کڅوړه فعال کړئ او 4G انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ د ګډون لپاره 4G ولیکئ او 3 اتیا واستوئ ستوریا ته اتیا یو اتیا علامت نمبر دهل کړئ او د خپلې خوښې کڅوړه وټاکئ د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی رمضان ما باید ارزانی شوه باید مردم از فقر برایه ای بخی روز به روز مردم از فقر بیچارگی کشانده رهیستن هر سال ده سال است که ما دکانداری میکنم هر سال میگه پس چرا میجور نماشه چرا کسی به میداد مردم نمیرسدم یا روز روزگار مردم چرا کسی یک بار نمیبینه که مردم در چی حالت است به خاطر رمضان قیمت ها بسیار بالاست دیگه از حکومت تقاضا داریم که در رسه قیمت های نرخ های در توجه بکنن مردم توان خرید نداره مخصوصا مامورین دولت معاش بسیار کم داره توان خرید نداره که مردم بخره بعض تجارها اموال های مصرفی خود میارن گدام میکنه که از سیاست های متاسفانه دمپینگ اقتصادی کوچک در داخل بازارهای افغانستان استفاده میکنه اما مشکل بعدی هم مشکل حکومت است که نظارتشان متاسفانه در شهرهای بزرگ افغانستان ضعیف است و مجازات و مکافات تا بال متاسفانه دی 17 سال صورت نگرفته سلام من استیون هاکینگ هستم فیزیکدان کیهانشناس و به تعبیر یک رویا پرداز اگرچه من قادر به حرکت نیستم و باید توسط یک رایانه صحبت کنم اما در ذهنم آزادم تا سفری در جهان هستی داشته باشم و رازآلودترین داستان را شرح دهم داستان تمامی چیزهایی که تاکنون وجود داشتند از لحظه‌ای که جهان هستی زاده شد تا خلق جهان ما و تمامی چیزهایی که در آن وجود دارد به نقطه‌ای بسیار دور و در آینده و پایان جهان سفری در تمامی فضاها و تمامی زمانها این را ببینید.